منیژه ملی صفت، متخصص در امور وام‌های تجاری و مسکونی. دیگر نگران تهیه وام‌های خود نباشید. کلید ملک مسکونی و یا تجاری شما را بانوی وام تقدیمتان می‌کنند. 416-858-1048. بسیار زیبایی رو که دیدید، شنیدید، کار لیلا کسرا که اسم هنری او هست، هدیه بود با صدای زیبای نسیم، یکی از کارهای ماندگار قبل از انقلاب 57. ما امروز 19 برنامه تصنیف و ترانه سرایی نوین ایران رو اختصاص دادیم به یک ترانه سرایی که در طول مدت عمر ترانه سراییش تقریبا میشه گفت که تمام کاراش ماندگار، به نام لیلا کسرا. لیلا کسرا ترانه سرایی است که در ایران به دنیا آمد، شعر رو از نوجوانی شروع کرد. بعد در سال 1348 اولین دفتر شعرش به نام فصل مطرح نیست به بازار آمد که انتخاب شد به عنوان بهترین کتاب شعر در سال 1348، شعر مدرن یا شعر نو در اون سالها. لیلا تا دوران دبیرستانش رو در تهران، یعنی زادگاهش بود، برای خوانندگان زیادی ترانه سرود که از جمله ستار، مهستی، ابی، ایرج، گلپا، الهه، نسرین، نوشافرین، حبیب و خیلی های دیگر. بعد از
پایان دوران متوسطه بود که خانم زندیات لیلا کسرا به انگلستان برای ادامه تحصیل رفت و در آنجا رشته کتابداری را دنبال. به توصیه یکی از دوستانش او به طرز سرایی روی آورد، چون که قبلا شعر می نوشت و گفتیم که یک دفتر شعر هم به بازار داد، ولی در این راه جدیدش خیلی موفق بود. یعنی اسم لیلا کسرا رو آنهایی که با موزیک ایران سر کار دارن همه می شناسن، ولی کمتر جایی اسمی از او به یاد میاد، چون که در سنین بسیار تقریبا جوانی از دست رفت. گوش کنیم به یکی دیگه از کارهای لیلا که با صدای جاودانه خانم الهه به یادگار مونده از این دو عزیز ترانه سرا، لیلا کسرا یا هدیه و خواننده الهه. مثل باد سرد پاییز، مثل باد سرد پاییز غم لعنتی به من زد، حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد. رگ و ریشه هم سیاه شد، تو تنم جوانه خشکید، اما این دل صبورم به غم زمانه خندید. آسمون مست جنونی، آسمون تشنه خونی، آسمون مست گناهی، آسمون چه روسیاهی. اگه زندگی عذابه، یک عذاب روی آبه. اگه زندگی عذابه، یک عذای روی آبه. من به گریه ها میخندم، میگم این همش یه خوابه. آسمون تو مرگ عشق رو توی یاخته هم نوشتی، این یه غمنامه یه تلخه که تو سر تا پام نوشتی. من به لحظه شکستم، اگه نزدیک اگه دورم. من به لحظه شکستم، اگه نزدیک اگه دورم. از ترحم تو بیزار،
که خودم سنگ صبورم. آسمون تیشت شکسته، من دیگه روپام میمونم. آسمون تیشت شکسته، من دیگه روپام میمونم. منو از تنم بگیری تو ترانه هام میمونم. این یکی از آخرین کارهای لیلا کسراست که با سرطان مبارزه میکرد سالهای زیادی، و میشه به این ترتیب گفتش که این قصه من که زندگیات هایده اون رو ماندگار ترش کرد، زندگی نامه لیلا کسراست. لیلا کسرا وقتی که به انقلاب شد به امریکا رفت، در امریکا بود، بعد هایده در اونجا بود. این دو میشه گفتش که اکثر کارهای خانم هایده رو لیلا کسرا نوشت. لیلا کسرا که در سال 1318 در تهران به دنیا آمده بود، در سال 1368 در امریکا به زندگی خداحافظی کرد. خیلی زود رفت، 60 ترانه نوشت، یک دفتر شعر بر جای گذاشت، ولی بیشتر تبحرش در ترانه سرایی بود. یکی از ترانه سرایان زن معاصر بعد از انقلاب بود لیلا کسرا، که با اسم هدیه کارهاش رو امضا میکرد. خوبه که ما بشناسیم این ترانه سراها رو، و چقدر خوب کارهایی نوشت برای هر خواننده‌ای که بود ماندگار شد. میبینیم با هم آخرین کار لیلا کسرا رو که هایده خوند. این دو زنده یاد چه کار جالبی رو به یادگار گذاشتن به نام قصه من، ترانه سرا خانم لیلا کسرا با صدای جاودانه هایده.
بابا بدون نفهمی که که آفتی به من